تخار از ولایت های است که زنبور پروری در سالهای اخیر در آن رشد چشمگیری داشته و این ولایت آب و هوای مناسب برای زنبورداری است اما نبود بازار کم بود وسایل پروسس و نبود دواهای با کیفیت را از مشکلات فراراه زنبورداری دانسته و میافزایند که هرگاه این چالش حل شود تولیدات یانان افزایش می البته مشکلاتی ما برای زنبورداری همی است که همی اصلای تقلید بازار است زنبورایی که ملوث از مرض است از خارج به تاخیر می دیگه نبود بازار خبری برای اصل نبودی ادویه با کیفیت در زنبورداری دیگه همین خوشحالی های بسیار پای هم متذری مرجع ساخته است دیگه برخی زنبورداران از حکومت میخواهند جلوی واردات اصل های به کیفیت را بگیرند و با راه برنامه های و حمایتی از آنان پشتیبانی کنند ما میخواستیم که استاندارد سازی صندوق بسازیم که از مرضا و ایچدا ما خلاص شویم وقتی که از صندوقی سردار بود باز مرازش اون گم میشه، در ضمن از دوایی که کمیت کیفیت داشته باشه بس دوایی که میمونیم زنبور به قتل میرسونه و او منفعت نمیبینیم تلفات داریم و همچنین ما دیگه کسایی که تلفات زیاد دارند در اینجا اما از طریق حکومت یا زراعت کدام همکاری و کمک را ما تانس بدست نآوردیم مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری این ولایت میگویند که صدها تن سرگرم پرورش زنبور برای تولید اصل هستند و وضعیت فارم ها نیز رو بهبود است قسمی که می دانیم محیط دخار یک محیط مناسب برای زنبورداری است و تعداد زنبوردار ای در این ولایت حدودا در حدود 400 الی 500 نفر میرسه دیگه مارکتشان هم خوب است وضعیت در کل خوب است به گفته زنبورداران زنبور در یک سال چهار الا پنج بار حاصل دهی میکند و هر کلو اصل این ولایت از چهار الا شهی افغانی به فروش میرسد.